سلام بچه‌ها، امروز تو این ویدیو میخوایم به دین حضرت حافظ بپردازیم. همه به صورت پیش‌فرض دین حافظ رو اسلام میدونن، ولی طبق تحقیقاتی که من کردم در مورد ایشون، نتیجه یک مقدار با این چیزی که همه فکر میکنن فرق میکنه و میخواستم این تحقیقات رو امروز با شما در میون بذارم. اسم برنامه امروزم رو گذاشتم در جستجوی حقیقت. حالا بعدا توی همین برنامه تو ویدیوهای بعدی میفهمید چرا این اسم رو براش گذاشتم. ازتون میخوام که شبکه ما رو سابسکرایب کنین، لایک کنین و کامنت بذارین و به ما بگین که ویدیوهای بعدیمون در مورد چی باشه و جزی از خانواده میستریز باشین. خیلی ممنون از توجهی که میکنین به شبکه من. اول میخوام به موضوع روح القدس بپردازیم. توی کتاب انجیل یوحنا که یکی از انجیل‌های چهارگانه مسیحیت هست، نوشته شده که آمین آمین به شما میگویم، هر که به من ایمان آورد، کارهایی را که من میکنم او نیز خواهد کرد و بزرگتر از اینها را نیز خواهد کرد، زیرا که من نزد پدر میروم. خب ببینیم که اینجا مسیح به مردم گفته که هر کسی که به اون ایمان بیاره میتونه کارهای بزرگتر از مسیح رو هم انجام بده. ببینیم حافظ در این مورد چی گفته. حافظ میگه فیض روح القدس ار باز مدد فرمایی، دیگران هم بکنند آنچه مسیح ها میکرد. دیدیم که اونجا مسیح قول فرستادن روح القدس رو برای ایمانداران داده بود و گفته بود که هر کسی ایمان بیاره به من، با وجود روح القدس میتونه کارهای بزرگتر از حتی مسیح هم انجام بده. و میبینیم که حافظ میگه که فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیح ها میکرد. خب این یعنی این که حافظ هم داره میگه که اگر کسی روح القدس رو داشته باشه، کارهای بزرگتر از اون چیزی که مسیح میکرد و میتونست انجام بده. پس حافظ به اون آیه های کتاب انجیل مسیحیان اشاره کرده و اون رو کاملا قبول داشته و این خودش برای من جالب است. بریم ببینیم حافظ دیگه چی گفته. ببینیم، میخوایم اینجا بررسی کنیم ببینیم منجی حافظ کی بوده. حافظ چه کسی رو به عنوان منجی برای خودش قبول داشته؟ حافظ میگه مژده ای دل که مسیحا نفسی می آوید، که ز انفاس خوشش بوی کسی می آوید. از غم هجر نکن ناله و فریاد، که دوش زده انفالی و فریاد رسی می آوید. خب میبینید که اینجا حافظ منجی خودش رو مسیح میدونه و میگه که وقتی اون بیاد ماها نجات پیدا میکنه. پس حافظ منتظر منجی هست و منجی خودش رو مسیح میدونه، نه کسی دیگری. حافظ هیچ وقت توی اشعارش نگفته که امام دوازدهم ما یا امام زمان یا کسی از اعراب یا از کسی از اسلام خواهد اومد و ما رو نجات میده. اتفاقا همیشه منجی حافظ همین مسیح بوده. حالا بریم ببینیم بازم جای دیگه چیزی گفته حافظ به ما. خب ببینید حافظ اگه ما بگیم که واقعا مسیحی بوده، یه مقدار برای بعضی شاید جنبه شوخی داشته باشه و طنز داشته باشه، چون حافظ معروف هست به حافظ قرآن و همه میدونن که حافظ قرآن رو از حفظ کرده و به خاطر همون بهش میگفتن حافظ. و خب اگه الان ما بگیم که حافظ مسلمان نبوده و مسیحی بوده، اصلا یه مقداری برای بعضی خیلی گنگ و گیج و عجیبه. ولی بریم ببینیم حافظ درباره قرآن چی گفته. حافظ میگه عشقت رسد به فریاد، گر خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. ببینیم اینجا چی داره میگه. اینجا داره میگه که در این شعرش، این بیتش دو قسمت داره. اولین قسمتش میگه که اگه انسان فریاد عشقش به فریاد میرسه، یعنی نالش به صدا در میاد، یعنی شروع میکنه به ناله کردن، عشقش به فریاد میرسه، یعنی عشقش تبدیل میشه به درد و رنج و فریاد میکشه. بعد میگه چرا. حالا میگه اگر خودت به مثل حافظ قرآن رو از بر بخونی. خب این دو قسمت شعر رو اگه بذاریم کنار هم یه مقدار بهش فکر کنیم، اینجا حافظ داره میگه که هر کسی که قرآن رو بخونه دردش بلند میشه. خب این یعنی چی؟ یعنی که اگر قرآن رو بخونی درد و فریادت بالا میاد. و خب چرا اینو داره میگه واقعا؟ مگه تو قرآن چی نوشته؟ چه چیز دردآوری هست؟ چون اصولا قرآن باید به ما یه امیدی بده، یه چیزی بده برای آیندهمون، برای زندگی آیندهمون، و ما امیدوار بشیم به زندگیمون، نه اینکه ما رو چیز کنه، ما رو ناراحت و افسرده کنه و ما رو باید به خدا نزدیک. ولی خب شاید این قضیه رو حافظ به خاطر این تصویر گفته. شما میدونیم که قرآن تقریبا 60% آیاتش، شاید هم بیشتر، یه مقدار کمتر یا بیشتر، ولی بیشتر از نصف بیشتر آیاتش درباره جهنم هست و درباره آتش، برای سوختن، در مورد یه سری چیزایی که فقط آدم‌ها رو می‌ترسونه و هیچ امیدی به انسان‌ها نمیده. و خب شاید حافظ منظورش از این که عشقت رسد به فریاد، گر خود رسانه حافظ قرآن زبر بخوانی با 14 روایت، منظورش از این بیت
بیشتر این بوده که قرآن بیشتر انسان رو ناراحت و غمگین میکنه و انسان رو از زندگی میترسونه و امید انسان رو از بین میبره، چون همه آدم ها تو قرآن یه جورایی میشه گفت میرن تو جهنم و میسوزن و هیچ امیدی برای انسان ها وجود نداره، همش در روی آتیش داره صحبت میکنه. حالا من نمیخوام بگم که من دارم درست میگم، شاید من دارم اشتباه میکنم، بذاریم بریم قسمت های بعدی ببینیم واقعا حافظ منظورش این بوده. خب بذاریم بچه ها بریم به قسمت های بعدی بپردازیم و ببینیم آیا حافظ واقعا منظورش از این چیزا از این بیت این بوده یا اینکه نه من دارم اشتباه میکنم و حافظ واقعا شاید مسلمون بوده. پس بریم بررسی کنیم. حافظ میگه طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. طبیب راه نشین درد عشق نشناسد، برو به دست کنه این مرد دل مسیح دمی. میبینی که حافظ طبیب خودشو مسیح میدونه و میگه که اگر شماها نتونستین خدا رو پیدا کنین و دنبال خدا چیز کردین، یعنی بعضی چون میگن، بعضی اینجوری میگن، یعنی ما خدا رو گشتیم ولی پیدا نکردیم، ولی حافظ میگه که شما درونتون درد نبوده، دنبال خدا نگشتین، اگر میگشتین واقعا پیدا میکردین و طبیبی به نام مسیح وجود داشت. و بعدش میگه وقتی میگه طبیب راهنشین درد عشق نشناسد، منظورش از این طبیب راهنشین کسایی دیگه ای هستن که شاید منظورش به کسایی باشه که تو بیابان میشینن، بیابانگرد هستن و از جاهایی میان که بیابانی هست و خودشون رو طبیب معرفی میکنن ولی درد عشق رو نمیدونن. و باز دوباره حافظ به اونا میگه که به این آدمایی که دنبال این طبیب ها میفتن راه میفتن، میگه که برین دنبال مسیح باشین، مسیح رو پیدا کنید. اگه دنبال مسیح باشید طبیب واقعی رو پیدا میکنید. این طبیب هایی که از جاهای بیابانی میان راهنشین هستن مثل عربستان و اینجور جاها، اینا واقعا طبیب واقعی نیستن. و خب شاید اینجا شاید نمیگم 100% ولی با کنایه داره به محمد و اسلام داره کنایه میزنه، چون محمد از جایی اومده بود که همه توی بیابون زندگی میکردن و بادیه نشین و راهنشین و بیابانگرد بودن. ولی من میگم که شاید من دارم اشتباه میکنم. پس بذاریم بریم جلوتر تو قصه اسلایدهای بعدی ببینیم واقعا حافظ به مسیح ایمان داشته و آیا به محمد هیچ ایمانی نداشته. بریم ببینیم واقعا این سوال من و تحقیق من درست هست، شاید من دارم اشتباه میکنم. حافظ همیشه یه جورایی توی تصویرها به ما عکسش رو نشون دادن با یک سری پارچه‌هایی که دور سرش می‌بسته و خب تو اون دوران شاید خیلی‌ها دیگه می‌بستن، ولی در هر صورت این تصویری که به ما نشون دادن با ریش، با اون عمامه، با یه سری لباسای خاص، با ردا، با عبای مخصوص، ما تو ذهنمون این بود که حافظ شبیه ملاها بوده لباساش و شاید خودش هم ملا بوده. بریم ببینیم آیا واقعاً حافظ آخوند بوده یا از ملاهای مسلمون بوده با این لباس و شکلی که به ما همیشه ازش نشون میدادن. ببینیم حافظ چی میگه. حافظ میگه واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. خب ببینید که حافظ داره تو این بیتش داره میگه که این ملاهایی که شما میبینید و خیلی ادعا میکنن آدمهای خوبی هستن، تو خلوت خودشون کارهای بدی زیاد کردن و اینا رو میدونسته. حالا شاید تو اون موقع اینترنت نبوده، ولی امروزی که اینترنت هست ما اگه تو اینترنت یه سرچ بکنیم ببینیم خیلی عکسا میاد که ملاها کارهای بدی کردن و اینا دیده شده و این چیزا الان برای ما یک جوری سند شده دیگه، الان برای ما مشخصه. شاید حافظ اینا رو در اون زمان هم میدونست و با اونا در ارتباط بود و خبر داشت. ببینیم حافظ دیگه چی گفته. حافظ میگه مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند. باز هم دوباره حافظ میگه که این کسایی که خودشون دانشمند میدونن و توی هر جایی توی مسجدی میرن شروع کنن سخنرانی کردن و همه رو چیز میکنن، سعی میکنن درس بدن، خودشون این درس رو انجام نمیدن و توبه نمیکنن و همه کاری که خودشون گفتن انجام ندید و خودشون انجام میدن. و این هم باز دوباره خودش یک موضوع بحث برانگیزه. برای بعضیا این چالشی هست که میگن حافظ مسلمون بوده و اعتقاد دارن واقعا حافظ یک چیز خاصی در اسلام بوده، ولی ما اینجوری فکر نمی کنیم، ما چیزهای دیگه‌ای پیدا کردیم تو اشعار حافظ. گویی یا باور نمی دارند ز روز داوری، کین همه قلب و دقل در کار داور می کنند. ببینید شدن خود من هم از اون همون کسایی بودم که تو ایران
دچار تهدیدهای خیلی زیادی قرار گرفتم و خیلی میخواستم منو بکشن و خب همه اینا گذشت. ولی حافظ چی میگه؟ میگه که اینها داوری میکنن، خودشون میذارن جای خدا و کار خدا رو عوض میکنن، جای خدا آدم ها رو میکشن، آدم ها رو میفرستن جهنم، بهشت، همه کار میکنن. واقعا شاید به خدا اعتقادی ندارن و این ملاها روز داوری خدا رو قبول ندارن، خودشون داور جهان هستن. نشون میده که این ملاها به خودشون هم به چیزایی که میگن اعتقادی ندارن. نمیخوام سرتون رو درد بیارم. یه بیت دیگه از حافظ میخونم در همین مورد که حافظ میگه یا رب این نو دولتان را با آخر خودشان نشان، که این همه ناز از غلام ترک و استر میکنه. حافظ از خدا دعا میکنه، میگه این آدمایی که خیلی چی هستن، خیلی خودشون رو خوب نشون میدونن و خیلی برای مردم ناز و عشوه میکنن، اینا رو به کار آخر خودشون بشون خداوند و نذار که اینا با دروغایی که میگن مردم رو فریب بدن. و ما میبینیم که اینها چقدر از خودشون تعریف میکنن و خودشون خوب میدونن و هیچ وقت به خودشون ایرادی نمیگیرن و حافظ اینا رو خوب میدونسته و همه اینا رو میشناخته و گفته توی اشعارش و ما اینا رو میبینیم. حالا میخوام در مورد این که واقعا حافظ چی فکر میکرده یک شعری رو از مولانا بهتون نشون بدم که خیلی قشنگتر این موضوع رو نشون میده. خب میبینین که اینجا حافظ چیزایی رو به ما گفت و بعد توی این موزیک من گذاشتم از آقای مولانا بود و مولانا میگه که اینها یک اوباشی هستن، این نظامی که شما میبینین، نظام جمهوری اسلامی، عواملش، اون کسایی که این نظام رو درست کردن، اون چیزی که این نظام رو به وجود آورده و همه اینا یک اوباشی هستن و این افرادی که جاهای مختلف اسمای خودشونو میذارن، حالا شما میتونید تو شکلای مختلف اینا رو ببینید، یه روز به خودشون میگن طالبان، یه روز میگن داعش، یه روز میگن جمهوری اسلامی، یه روز میگن حماس، یه روز میگن حزب اسلامی، حزب فلان. اینها رو مولانا، حافظ و شاعران ما خوب اینا رو شناخته بودن و جواب اینا رو داده بودن، گفته بودن اینها یک سری اوباشی هستن و اینها رو در جمع اینا فقط شما ساکت باشین و خاموش باشین و هیچ کاری نکنین. خب من تا اینجا بحثمو میخوام تموم کنم و ازتون تشکر میکنم که بحث من رو گوش کردین، ولی این بحث ادامه داره و سه قسمت دیگه هم داره و خیلی هم زیباست. میتونین بخش‌های بعدی این بحث ما رو ببینین و بفهمین که واقعا آیا حافظ مسلمون بود یا مسیحی بود یا واقعا حافظ به چه چیزی اعتقاد داشت. ازتون تشکر میکنم و ازتون میخوام که شبکه ما رو سابسکرایب کنین، لایک کنین، کامنت بذارین و از ما حمایت کنین تا ویدیوهای بعدی ما هر وقت که آپلود میشه برای شما به صورت لحظه‌ای بیاد توی صفحه شما و شما بتونین ببینین. خیلی ممنون، تا ویدیو بعدی.